سلام و خسته نباشید بیننده های عزیز، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین و به دور از گزند روزگار با تن سالم و روان سالم زندگیتون رو به پیش ببرید. باز هم شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های روان که شما بیننده و شنونده هستید از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا با من زیتا دورانی. دوستان عزیزم، سلامت جسم از سلامت روان جدا نیست و آیا تو به حال فکر کرده اید که این دو پدیده میتواند چگونه با هم دیگر ارتباط داشته باشد و یا اگر ما یک مشکل جسمی می داشته باشیم چقدر می تواند بالای روان ما تاثیر کند و یا برعکس اگر ما یک مشکل روانی می داشته باشیم چقدر تاثیرات منفی بالای جسم ما میگذارد؟ خب ارتباط این دو پدیده را نمی شود انکار کرد و این دو پدیده با هم دیگر تاثیرات متقابل دارند و بالای که دیگر تاثیرگذار هستند. ما در برنامه های قبلی هم اشاره هایی در این مورد داشته ایم، مثلا گفته ایم که کدام مشکلات روانی باعث وجود آمدن کدام امراض جسمی می شود، اما در این برنامه به صورت مفصل در این مورد پرداخته ایم. پس داخل این دقایق برنامه با ما همراه باشید تا معلومات کافی را در مورد حاصل نمایید. تاثیرات متقابل سلامت روان و جسم. در تحقیقاتی که در چندین سال اخیر پشت سر هم انجام شده، تاثیرات متقابل سلامت روان و جسم به اثبات رسیده است و از نمی شود که از ارتباط این دو پدیده انکار کنیم و این دو پدیده بالای همدیگر تاثیرپذیر هستند و ارتباط مستحکمی دارد. مثلا اگر ما یک بیماری روانی داشته باشیم، ممکن است ما در معرض بیماری های جسمی دیگر قرار بگیریم و برعکس اگر ما یک مشکل جسمی داریم و یک بیماری و مریضی جسمی داریم، ممکن است که نزد ما بیماری های روانی پیدا شود. مثلا استراب، افسردگی، استرس نزد افرادی که به تکلیف های جسمی و یا بیماری های جسمی مبتلا هستند و یا دچار هستند می تواند دوچند از افراد عادی باشد. بیننده های عزیز، بیماری های جسمی و روانی می تواند تاثیرات منفی بالای زندگی ایمان و نحوه کارکرد و فکر و تفکر و ارتباط ما بگذارد و اگر سر وقت از ارتباط این دو پدیده با خبر نشویم و مشکلات جسمی برای ما مشکلات روانی را در پیش کند، پس معلوم دار است که در زندگی ما تغییرات منفی و جدیتر پیش خواهد شد. پس از این خاطر است که ارتباط این دو پدیده و یا درک ارتباط ذهن با جسم مهم می باشد. وقتی ما مشکلات جسمی می داشته باشیم، این را باید به زودترین فرصت تداوی کنیم، درمان کنیم تا از وجود آمدن مشکلات روانی نزد ما جلوگیری شود و برعکس اگر ما مشکل روانی می داشته باشیم، وقتی که ما درک این دو پدیده را با هم دیگر بدانیم، می فهمیم که مشکل روانی می تواند مشکلات جسمی نیز به بار بیاورد. پس از این خاطر است که ما راهکارهایی را در پیش می گیریم که بیماری های ما تداوی شود و تشخیص شود و ما از یک تن سالم و روح سالم برخوردار شویم. دوستان عزیزم، در این قسمت از برنامه صحبت های دکتر صاحب ایمل صافی را با هم بینیده و شنونده می باشیم. در ادامه با ما باشید. اصلا اگر به تعریف صحت از لحاظ سازمان صحی جهان مراجعه کنیم، میگه وقتی که یک شخص از لحاظ جسمی و روانی در این حد باشه که ضروریات و مسائل روزمره جواب ده باشه و صحتمند باشه، در او صورت ما گفته میتونیم که این شخص صحتمند است. یعنی هم جسمن و هم روحن روانن باید صحتمند باشه. جسم و روان ارتباطات مهم و اساسی را میداشته باشه و ما یک اصطلاح داریم، روان است که جسم رهبری میکنه. اگر روان ما سالم باشه، اگر افکار ما سالم باشه، درست باشن، مریض نباشه، رفتارای ما درست است، احساسات ما جور باشه و ادراکات ما درست باشه، حافظه ما درست باشه، دیگه ما میتونیم که جسم به طرف یک چیزی بهتر رهبری کنیم و رهنمایی کنیم. یعنی روان است که جسم رهبری میکنه. وقتی که روان مریض باشه، فلحاظ جسم هم به طرفای خرابه میره و منجر به آسیب های فیزیکی شده میتونه. وقتی که کسی از لحاظ روانی مریض است، حتما ناگزیر است که آسیب های جسمی را بپذیره و با او را متحمل شود. از این لحاظ روان بسیار زیاد مهم است و جسم همچنان. و به اصطلاح عام ما میگیم وقتی که روح آدم نارام باشه، دیگه امراض جسمی در دروازهش است. و هم از لحاظ مسلکی، اگر ذره مسلکی تر صحبت کنیم، یک استرس روانی، یک فشار روانی که ما شما کلگی در زندگی به او رو بروستیم، زندگی روزمره، استرس دوامدار باعث عزیز شده میتونه که بالای سیستم عصب مرکزی
تاثیر خود بگذاره و دوجه نیورو ترانسمیترهای منجه های کیمیوی که فعالیت های تمام جسمی و روانی یک شخص او تنظیم میکنه و وظیفش با عهده‌اش است، او با کمبود مواجه میشه. وقتی که او با کمبود مواجه میشه اوتوماتیکلی سیستم هورمونی هم با مشکلات دچار میشه که یک مکانیزم است. ما ساده میگیم که وطندارای ما بفهمه، وقتی که استرس یا فشار روانی که دوامدارتر باشه، طولانی تر باشه و شدیدتر باشه، او در نتیجه زو نور ترانسمیترا یا منجه های کیمیوی کم میشه. وقتی که کم میشه شخص مصاب به اختلالات استرابی شده میتونه، شخص مصاب به اختلالات جسمی شده میتونه، حتی قوی دفاعی شخص به تحلیل میره، قوی دفاعی عضویت ضعیفتر شده میره، قوی جنسی ضعیفتر شده میتونه، فعالیت های فیزیکی محدودتر شده میره. از این لحاظ روان و جسم به هم ارتباط زیاد داره. همچنان جسم اگر مریض باشه روان ما طبعا مریض میشه. مثلا اختلالات یا امراض قلبی اگر داشته باشیم از لحاظ روحی هم ما زیر فشار میریم. وقتی که امراض عصبی نورولوژیک داشته باشیم، مثلا سکتای مغزی داشته باشیم، روان ما مریض است. وقتی که امراض مزمنی اعضای دیگر داشته باشیم، چه سیستم تنفسی باشه، چه سیستم هضمی باشه، چی سیستم بولی تناسلی باشه و تمام سیستم ها و حتی امراض جلدی و باعث خراب شدن روان ما میشه. دیگه به یکی دیگه ارتباطات مستقیم و متناسب داره. هر یکی که با مشکلات مواجه میشه و جز دیگه از او چی شده نمیتونه، مبارا شده نمیتونه، اون مصاب به اختلالات شده میتونه. میکسایی که مصاب به اختلالات روانی میشه یا اختلالات مزمن روانی داره نسبت به افراد عادی جامعه که افرادی که اختلالات روانی نداره، نسبت به با مراتب مصاب به اختلالات جسمی شده میتونه. دو صورت شده میتونه، مثلا اختلالات کسایی که مثلا استراب داشته باشه و همچنان استرس. حال گفته سابقه میگفت که استرس به اندازه درجه سوم و درجه چهارم باعث حملات قلبی شده میتونه، اما آل میگه که در درجه اول قرار داره. خود کسی که استرس داشته باشه و استرس دوامدار و مزمن داشته باشه و به او مدیریت استرس کرده نتانه و حل پیدا نکنه، ممکن مصاب به اختلالات قلبی شده که فاکتورهای جنتیکی و ویروسی او هم دایش رول داره. و همچنان کسی که مشکلات روانی داره سیستم دفاعی از یا ضعیفتر شده میره. وقتی که سیستم دفاعی ضعیفتر شده در مقابل میکروب ها، در مقابل ویروس ها، در مقابل امراض میکروبی و انتانی، قوی دفاعی از یا ضعیف شده میتونه. دیگه اینمی مسائل است که ما میگیم که استرس به صورت دوامدار باعث اختلال استرس و فشارهای روانی و اختلالات روانی به صورت دوامدار شده میتونه که باعث اختلالات جسمی شود. یا یک مثال دیگه شم میگیم، کسایی که به اعتیاد داره به مواد مختلف، اعتیاد یکی از اختلالات عمده، یک بخش اختلالات روانی است در کلاسیفیکیشن یا در تصنیف بندی. وقتی که کسی از مواد مخدر استفاده میکنه طبعا جسمش مریض میشه دیگه. مثلا و حتی امراض هضمی، امراض کبدی، امراض معده، مثلا سیستم هضمی اگر در قسمت معده بیایم، حتی استرس های روانی باعث ازی شده میتونه که معده ازی مشکل پیدا کنه. بیننده های عزیز، نظریات دکتر صاحب ایمل صافی را در مورد چگونگی ارتباط جسم و روان با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا چه خوب است که نظریات روانشناس نصرت الله مقصودی را نیز در مورد بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. وقتی ما میگیم که جسم و روان در حقیقت این دو روی یک سکه است، در کل میتونیم بگیم یک سیستم واحد است در حقیقت و هر دو میتونه بالای یک دیگه تأثیر گذاری های خود داشته باشه. بعض اوقات روان بالای جسم تأثیر میگذاره و بعض اوقات جسم بالای روان تأثیر میگذاره. مثلا شما فکر کنین که اگر شما استراب دارین، اگر شما استرس دارین یا افسرده هستین، این بالای شما جسم شما چگونه تاثیر میگذاره؟ مثلا وقتی شخصی که استرس داره یا استراب داره یا افسردگی داره، برای او سردردی پیدا میشه. مثلا یعنی سردردی علت از چی بود؟ از یک مشکل، از اختلال ذهنی یا روحی بود. پس اگر به طور مثال بگویم، میتونیم بگویم که جسم و روان
مانند انجن و بادی یک موتر است میتونیم بگویم. اگر انجن باشه و خود بادی موتر نباشه هیچ حرکت نمیکنه. در صورتی که برعکس باشه هم حرکت به وجود نمیاد. به او اساس میتونیم بگویم این دو با هم دیگه تفاوت یعنی رابطه خیلی نزدیک داره. وقتی روان متاثر میشه از یک چیز میتونه بالای ذهن بالای جسم تاثیر داشته باشه. وقتی جسم متاثر میشه از چیزها میتونه که بالای روان تاثیر داشته باشه. مثال اگر شما خدای نخواسته زخمی میشین، این ذهن شما رو نارام میکنه، شما مضطرب میشین، افسردگی پیدا میکنین، اضطراب پیدا میکنین، تشویش میکنین. پس اینجا یک رابطه بسیار مستحکم بین جسم و روان رو نشان میدهد. تمام بیماری های روانی را وقتی ما صحبت میکنیم میتونه که بالای جسم ما تاثیر گذار باشه. میتونه که وقتی ما در مورد علائم اختلالات روانی صحبت میکنیم، یکی از انواع علائم میتونه علائم فیزیکی باشه که علائم فیزیکی یعنی او اختلالات میتونه بالای بدن انسان، بالای جسم انسان تاثیر گذار باشه. مثال اگر ما استرس بیش از حد داریم، یک استرس های نرمال زندگی هم میتونه که بالای جسم ما تاثیر گذار باشه. مثال اگر ما استرس داریم میشه سردردی هم با او پیدا میشه. مثلا اگر افسردگی داریم رفتار بالای رفتار ما تاثیر میگذاره، بالای جسم ما حرکات ما بالای یعنی میتونه که حتی یکی از علائمی که در افسردگی است میتونیم بگوییم که شخص یعنی معده‌اش به شکل درست فعالیت نمیکنه وقتی که اختلالات ذهنی داشته باشه. به او اساس افسردگی، استرس، شیزوفرنیا بسیار خطرناکش است. حتی خود اضطراب میتونه بالای جسم انسان تاثیر گذار باشه. تمام در کل میتونیم بگوییم که تمام اختلالات روانی میتونه بالای جسم تاثیر گذار باشه و بالای جسم تاثیرات خود داشته باشه. آمار و ارقام رابطه روان و جسم. افرادی که علائم افسردگی را تجربه می کنند نسبت به مردم عادی 3 برابر بیشتر به بیماری های جسمی مزمن مبتلا خواهند شد. افرادی که تحت بیماری های جسمی مزمن قرار می گیرند در مقایسه با افراد عادی 2 برابر بیشتر دچار استراب می شوند. از هر 2 نفری که دارای افسردگی و یک بیماری جسمی هستند، 1 نفر آنها در فعالیت های روزانه خود دچار اختلال می شوند. بیماری های جسمی می تواند چه تاثیرات منفی بالای روان ما بگذارد؟ دوستان عزیزم، اگر ما یک بیماری جسمی مزمن داریم و یا میبینی جسمی ما جدی است، خطرناک است، ممکن است باعث بالا رفتن قند خون ما شود. وقتی قند خون ما بلند برود، در گردش خون ما اختلال ایجاد می شود و این اختلال به مغز ما صدمه می رساند و ممکن است باعث به وجود آمدن دردهای مزمن شود و این دردهای مزمن استرس عاطفی را به همراه می داشته باشد. این نباید فراموش کنیم که این استرس های عاطفی می تواند به دنبال خود اضطراب ها و افسردگی را داشته باشد. در شواهدی که به دست رسیدن معلوم می شود که هر چقدر وضعیت جسمی یک فرد خرابتر باشد و یا دچار مریضی های گوناگون باشد، همان قدر روان فرد نیز ناسالم می باشد و ممکن است دچار بیماری های روانی مختلف شود. دوستان عزیزم، در این قسمت از برنامه بسته معلوماتی را آماده کردیم. بسته معلوماتی را با هم بیننده و شنونده می باشیم. در ادامه با ما باشید. تاثیر بیماری روانی روی جسم. روان و جسم فرد تحت تاثیر فرایندهای فیزیولوژیکی، عاطفی و همچنین عوامل اجتماعی مانند درآمد و مسکن قرار می گیرند. این 3 عامل می توانند احتمال ابتلای فرد را به بیماری روانی یا جسمی افزایش دهند. بیماری های روانی می توانند باعث بروز برخی عوارض در مبتلایان به این بیماری شوند، از جمله سطح انرژی و توانایی فرد را کاهش دهند، باعث اعتیاد فرد به مواد مخدر و الکل شوند، بر عملکرد اجتماعی و رفتاری فرد تاثیر بگذارند، انگیزه فرد را برای مراقبت از سلامتی خودش کاهش دهند، حساسیت فرد را برای ابتلا به بیماری های جسمی افزایش دهند، تعادل هورمونی و چرخه خواب فرد را مختل کرده و باعث اختلال در خوردن و خوابیدن فرد شوند. بیماری ممکن است طیف وسیعی از علائم جسمی را تجربه کند. حتی بسیاری از داروهای روانپزشکی منجر به بروز عوارض جانبی مانند افزایش وزن و بیماری‌های قلبی می‌شوند. این علائم به نوبه خود می‌توانند میزان آسیب‌پذیری فرد در برابر بیماری‌های جسمی را افزایش دهند.
بیننده های عزیز، بسی معلوماتی را که آماده کرده بودیم با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا چه خوب است که نظریات مردم را نیز در مورد داشته باشیم. نظریات مردم را بیننده و شنونده می باشیم. در ادامه با ما باشید. رابطه روان با جسم بسیار با هم چی میگیش لازم و ملزوم است. یعنی اگر جسم ما مثلا از یک امی عضو بدن ما خدای نخواسته در یک انتها، در یک بم، در یک چیز ما از دست بدیم، دیگه سر روان ما خیلی تاثیر بدی داره. ما در جامعه خود کم محسوب میکنیم. بعضی افراد باز در جامعه است که ما را بسیار با نظر کم میبینند. رابطه جسم با روان ما میتونیم به سه کاتگوری بگیم که بعضی ها هستن هیچ برشون فرق نمیکنه، چی اگه معیوب باشن روانشون خوب است. ما آدم هایی در دنیا داریم وقتی میبینیم مثلا دست و پا ندارن اما کارهایی میکنن خارق العاده تر از کسانی که دست و پای دارن. پس اینجا ما گفتم میتونیم اصلا جسم بالای روان تاثیر نداره، روان است که بر ما ایجاد میکنه یک انگیزی میتونه. اگر ما جسم رو کامل داشته باشیم و روان عالی نداشته باشیم به هیچ جایی نمیرسیم. به نظر شخصی خود من روان مهمتر از جسم است، چون جسم یک محدوده و ما تعیین نمیکنه، روان است به ما محدوده رو تعیین میکنه. ما تا چه حد میتونیم پیشرفت کنیم، تا چه حد نمیتونیم. بله، رابطه جسم با روان یک رابطه انقطاع‌ناپذیر است که ما میتونیم بگوییم که در حقیقت رابطه از هر دو با همدیگر بسیار محکم است. کسی که روانش سالم نباشه، حقیقتاً اگر جسمش هم سالم باشه و زندگی که باید پیش برده بتانه و را نمیتانه. اما قسم اگر جسم یک نفر معیوب باشه، هم قسم روحش هم یک قسم معیوب با بار میه. اگر نباشه هم دیدی که مردم نسبت به او دارن، با همون دیدگاه های حقارت آمیزی که مردم نسبت به او دارن، حقیقتاً که روانش هم خسته میشه و ای باور پیدا میشه که جسم ما یا روح ما حتما ضعیف است. بیننده های عزیز، نظریات مردم را نیز با هم بیننده و شنونده بودیم و دیدین که هر فرد نظری منحصر به فرد خودش را در مورد ارتباط سلامت روان با جسم دارد. دوستان عزیزم، حالا چه خوب است که قصه یک از هموطنان عزیزمان را بیننده و شنونده باشیم که این هموطن عزیزمان بنابر مشکلات جسمی که در پیشش وجود داشته و یا با وجود آمده چگونه به مشکلات روانی دچار می شود. بیشتر از زبان خودش میشنویم. به نام خدا، امید هستم. مسئله یکی از دانشگاه ها، من خیلی وقت میشم، مدت زیاده است که یک پای مدد زدیم به سر جنگ های داخلی که در کشور بود. پای مدد زدیم روزای اول علاقه بود، اونقدر حس نمی کردم که یعنی یک عضو بدن نداشتن در زندگی یعنی چی. ولی که رفته رفته به جامعه نزدیک شدیم، درس ها پیش رفت و مکتب سن بالا رفت، بعضی کسا مواجه شدم حتی در صنف در دیگه جا برای ما تمسخر میکردن، شخنی میکردن که تو یک عضو از بدن تا در اختیار نداری. با مشکلات زیاد مواجه بودم. وقتی که به خانه برمیگشتم با خود تنها میبودم، بسیار به فکر چرت پریشانی میرفتم، به من استرس ایجاد میشد، پریشانی ایجاد میشد که من کاش مثل دیگرها تن سالم میداشتم و کاش که من معیب نمیبودم. من به این فکر به خاطر میفتادم که من شوق علاقه به فوتبال بسیار زیاد داشتم. دوستای من میدیدم، همسنفی هم میدیدم، ساعت تفریح میرفتن فوتبال میکردن، ورزش زیاد میکردن، اما من صرف تماشاچی اونا بودم و اونا را صرف میدیدم. نمیتونستم که من مثل از اونا بگردم و رفتار کنم. بعدا که دوره مکتب تمام شد، ما وارد دانشگاه شدیم، ما به این موضوع پی بردم که انسان های معیوب یا معلول مانع پیشرفتشان در زندگی معیوبیت یا معلولیت شدن نمیتونه. اونا هم میتونن در زندگی باعث پیشرفت های بسیار شون، پیشرفت پیدا کنن و یک گلگو در جامعه قرار بگیرن. زیادتر کسر ما شما در دنیا شاهد هستیم که یک عضو از بدنشان نیست ولی بسیار در جامعه خوش می درخشن و باعث ازی شدن که الگو قرار بگیرن. بعض کسا اگر دستشان نیست با دهن خود میتونن رسامی کنن و یک الگو در زندگی با دیگران باشن. ما به این موضوع پی بردیم که معلولیت یا معیوبیت مانع پیشرفت انسان در زندگی نمیشه. بیننده های عزیز، قصه هموطن عزیزمون رو با هم بیننده و شنونده بودیم و فهمیدیم که چگونه مشکل جسمی که برایشان پیش شده بود باعث به وجود آمدن مشکلات روانی نزد این فرد شد و خوشبختانه که این فرد سر وقت می رود پیش روانشناس و دکتر و امروزه رو به بهبود می باشد. دوستان عزیزم، حالا چه خوب است که نظریات پایانی دکتر صاحب ایمال صافی و روانشناس نصرت الله مقصودی رو در مورد چگونگی راه‌های حل و یا راهکارهایی که باید در نظر بگیریم
بکنیم که حداقل از تاثیرپذیری این دو کم بکنیم و یا کاهش بدیم رو با هم بیننده و شنونده می باشیم. در ادامه با ما باشید. ما انسان ها ناگزیر هستیم و مجبور هستیم چون در دنیای زندگی میکنیم که دریجه هم با مشکلات روانی مواجه شده میتانیم و هم با مشکلات جسمی مواجه شده میتانیم. خداوند بزرگ بر انسان هر چیز به فواید شاپریده که یک سیستم دفاعی وضویت است و یک سیستم دفاعی روانی است. که سیستم دفاعی وضویت از روزای اول در جسم انسان خداوند داخل ساخته و همچنان سیستم دفاعی روان که ما مثلا در مقابل استرس چطور مقاومت کنیم، در مقابل مشکلات چطور مقاومت کنیم. خب یه مستقیم من به سوال شما، اگر با اختلالات جسمی ما مواجه باشیم و ای از امکان دور نیست، کل انسان ها مواجه شده میتونه در طول عمر خود، باید اول خود در باره مرض خود معلومات کافی داشته باشیم. هر مرض جسمی که داریم ما این حق یک مریض است که از دکتر خود درباره مرض خود معلومات کافی بگیره. نه که در کشور ما نقصانویسی فقط نقصانش تا میکنه، این درست نیست. باید به یک شخص معلومات بده که مرض تو در این حد است و باید این کارا رو بکنی، از لحاظ فیزیکی اینی کارا رو نکنی، اینی کارا رو بکنی و ور خطا باید نشوی. از لحاظ روانی هم یک سایک ایجوکیشن یا معلومات یک روانی برش داده شوه و او تقویه ساخته شوه، بعضای فامیلش صحبت شوه که مثلا این مرض یکقدر نیست خطرناک و در صورت که خطرناک هم باشه به مریض زیاد خطرناکتر و نمود ساخته نشوه و با پیوازایش با فامیلش گفته شوه که در باره صحت ازی توجه داشته باشه، اما به او شکل که خطرات بسیار زیادی که متصور است به مریض گفته نشوه اما در معلومات کافی برش تا یک حد داده شوه. دیگه ما میتونیم و وقت به وقت به دکتر خود بره که از لحاظ جسمی معاینات ازی درست شوه و دکترش مشخص باشه. متاسفانه در کشور ما مشکل کلانی است که دکتر مرض مشخص نیست. به هر دکتری که مریض مراجعه کنه او که میفهمه نمیفهمه، متاسفانه به او ادویه نشته میکنه بدون از اینکه تشخیص صحیح گذاشته شوه. باید به دکتر مربوطه راجع شوه. او دکتر مربوطه در بخش خود برزو تداوی را شروع کنه. روانی مریض باید ارزیابی شوه. وقتی که از تحقیقات و ریسرچ ها نشان داده کسایی که چقدر مشکل جسمی شدید و فیزیکی شدید داشته باشه، اگر از لحاظ روان کاملا خوبتر باشه، مقاومت وجودش در مقابل از مرض فوق العاده بلندتر میره. یعنی میتونه که زندگی نرمال و خوبتری را داشته باشه و حتی در مقابل مرض مقابله کنه. از لحاظ روانی برای او یک سپورت، یک حمایت داده شود. ما هر چیز که از طرف خداوند برای ما مقرر باشه ما از او گریز کرده نمیتونیم، اما تا یک حد خداوند فهم به انسان داده که باید چی کارهایی باید در مقابل یک مشکل کنیم که ما از مشکل برایم و یا با مشکل سازش کنیم. تاثیرات روان بالای جسم در تا مشکل است که ما شما از او جلوگیری بکنیم، چون او یک چیز طبیعی است، طبعا تاثیر میگذاره بالای جسم انسان. اما تاثیرات جسم بالای روان باز بعضا ما شما میتونیم کنترل بکنیم، بنابرای که ما اگر شخصی که زخمی شده یا مریض هست یا مشکلی که از او رنج میبره، امرای از او یک کس، یک حمایتگر بسیار خوب باشه تا امرایش صحبت بکنه، برش دلداری بده، امرایش همدلی بکنه، میتونه که اونا رو به تفریح ببره مثلا یا اونا رو مصروف نگه دارن. این تمام از اینا میتونه که شخص تاثیرات جسم باز بالای روان پایین بره. اما در صورتی که هیچ حمایتگری وجود نداشته باشه، شخص از مشکلات بسیار حاد رنج میبره و این روز به روز بیشتر شده میره و بالاخره به یک مشکل یا اختلال بزرگ تبدیل میشه که هر دو همزمان میشه، که شخصی که مشکلات فیزیکی هم داره و میشه که مشکلات ذهنی هم پیدا بکنه. اما میایم در قسمت از این که مشکل تاثیرات روان بالای جسم چگونه ما میتونیم که کنترل بکنیم، بر از او یک راه حل را ما شما داریم که میتونیم پیش روان درمان مراجعه بکنیم تا وقتی که از لحاظ روانی امرای ما صحبت بکنه، امرای ما جلسات برگزار بکنه، امو تمام پروسیجر را طی بکنیم، بالاخره تاثیرات روز به روز کاهش پیدا میکنه بالای جسم انسان. بیشتر اطرافیان شخص میتونه که نقش بسیار موثر داشته باشه در این قسمت. مثلا اگر شما با یک شخص سر و کار دارین و زندگی میکنین که او منفی گراست در کل،
هر صحبت را که شما میکنین اونا او را به شکل منفی از او جلوه میتا و بالاخره هیچ انگیزه برای شما نمیتا، هیچ شما را موتیویت نمیکنه. به مو اصطلاح انگلیسی بگویم اینا و افراد میتونه که تاثیرات منفی بالای شخص داشته باشه، اما در صورتی که افرادی که قسمی که قبلا یادآور شدم افراد حمایتگر در پهلوی خود داشته باشیم، ولو میتونه اعضای فامیل باشه، میتونه دوستان باشه، میتونه در محیط کار وقتی همکارای ما شما باشه، میتونه اینا تاثیرگذاری خود داشته باشه و میتونه بسیار موثر واقع شه و ما را همکاری بکنه تا بتونیم که از اختلالات که رنج میبریم او را کاهش بدیم حداقل. و بالاخره در کل گفتن نمیتونیم که تمام افرادی که در چهار اطراف ما هست اونا میتونن بسیار خوب امرای ما کمک بکنند. بله تا یک حد میتونه کمک بکنه، اما بیشتر از او باید پیش روان درمان مراجعه بکنیم و این را یک فرهنگ بسازیم در جامعه ما. متاسفانه فعلا نداریم یا بسیار کم داریم، به سطح بسیار کم افرادی را داریم که پیش روان درمان مراجعه میکنند. بیننده های عزیز، نظریات پایانی دکتر صاحب ایمل صافی و روانشناس نصرت الله مقصودی را در مورد چگونگی راه های حل و راه های پیشگیری از تاثیرپذیری این دو پدیده را با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا ما هم میخواییم چند نکته را برای شما بگویم که با در نظر داشت این چند نکته شما میتوانید از زندگی سالم و روح سالم برخوردار شوید. اولین نکته ای که میخواییم برای شما بگویم ورزش است. کوشش کنید در طول روز ورزش کنید، چون ورزش میتواند خیلی تاثیر مثبت بالای روانتان و بالای جسمتان داشته باشد. در برنامه های قبلی هم گفتم که باید ورزش کنید، چون ورزش میتواند یک بخشی از سلامت روانی و جسمی ما باشد. نکته دوم را که شما باید در نظر داشته باشید یک رژیم غذایی سالم میباشد. کوشش کنید که یک رژیم غذایی سالم را در نظر داشته باشید که تمام مواد معدنی، پروتئین، آب، کربوهیدرات ها و یا چربی های اساسی را در خود داشته باشد. و اما بعضن کسا فکر میکنند که با استفاده از مواد مخدر، سیگارت و مواد الکلی می توانند که استرس هایشون را و یا افسردگی هایشون را کنترل کنند و روح و روانشون را آرام بسازند، اما این همه غلط است و این فقط یک توهم است، به خاطر که ممکن است با سیگارت کشیدن و استفاده از مواد الکلی و مواد مخدر ما برای چند لحظه و یا برای چند ساعت آرام شویم، اما امین که تاثیراتش از بین رفت بدتر از حالت قبلی می شویم. دوستان مهربان، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شما عزیزان قرار گرفت. امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما می توانید در صفحات مجازی نیز ما را دنبال کنید و چنل یوتیوب ما سر زده، چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک کنید و صفحه فیسبوک ما می توانید سوالات، پیشنهادات و انتقاداتتان را با ما شریک نمایید. دوستان عزیزم، تا برنامه بعد که بازم با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم. الله حافظ و نگهدارتان.